سفر وزیر دفاع اسرائیل و رئیس موساد به واشنگتن برای ترغیب آمریکا به اقدام نظامی علیه ایران رسانه های اسرائیل گزارش دادند که وزیر دفاع اسرائیل و رئیس موساد با سفر به واشنگتن تلاش خواهند کرد تا مقام های آمریکایی را برای اقدام نظامی ایالات متحده علیه ایران متقاعد کنند. به دنبال اعلام نارضایتی ها از مذاکرات بیان برای احیای برجام، رسانه های اسرائیل روز یکشنبه گزارش دادند که وزیر دفاع این کشور قرار است به رئیس موساد در واشنگتن بپیوندد تا مقام آمریکایی را متقاعد کنند که یا آمریکا علیه ایران اقدام نظامی کند یا از اقدامات مخفیانه اسرائیل حمایت کرده و تحریم ها علیه ایران را شدت ببخشند. کانال دوازده تلویزیون اسرائیل در همین زمینه خبر داد که بنیگانس وزیر دفاع و دیوید برنئه رئیس موساد طی دیدارهای این هفته خود در واشنگتن با مقامهای ارشد دولت جو بایدن برای انجام حمله نظامی از سوی آمریکا به اهداف ایرانی فشار خواهند آورد و خواهان اتخاذ موضع تهاجمیتر ایالات متحده علیه ایران میشوند بنابر این گزارش رئیس موساد و وزیر دفاع اسرائیل متوقف شدن مذاکرات هسته‌ای در وین را فرصتی برای افزایش فشار بر آمریکا برای اتخاذ موضع تهاجمی تر نسبت به جمهوری اسلامی میداند و مقام های دولت بایدن را ترغیب خواهند کرد تا طرح دومی پلن بی را در قبال ایران اجرا کنند کانال دوازده اسرائیل با اشاره به فشار وزیر دفاع اسرائیل و رئیس موساد به مقامهای های دولت بایدن برای اقدام نظامی آمریکا علیه ایران خاطر نشان کرد که هدف آمریکا در این حمله احتمالی تأسیسات هسته در داخل خاک ایران نیست بلکه مرکزی چون پایگاه ایران در یمن خواهد بود این کانال افزود که هدف از حمله احتمالی آمریکا به مرکزی چون پایگاه جمهوری اسلامی ایران در یمن متقاعد کردن ایران برای کوتاه آمدن در مواضع خود در مذاکرات وین است همزمان وزیر دفاع اسرائیل روز یکشنبه در تازه ترین سخنانش درباره برنامه هسته ای ایران مدعی شد که دولت این کشور قوی است و میداند چگونه به چالش های ناشی از جاه های هسته ای ایران رسیدگی کند. او همچنین گفت که در سفر آتی به واشنگتن بر روابط دو جانبه اسرائیل و آمریکا تاکید خواهد کرد. او افزود در سفر به واشنگتن پیام این است که اسرائیل دوست بسیار خوبی برای آمریکا است. آمریکا نیز دوست بسیار خوبی برای اسرائیل است و اینگونه خواهد ماند. ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. جهت آگاهی از مهمترین رویدادهای منطقه و جهان، کانال آژیر خبر را سابسکرایب و زنگوله آن را فعال کنید. وقتتون خوش و خدا نگهدار.